سلام بچه ها، همین جوری من الان از خواب پا شدم. روزی روزگاری که کپه مرگم رو گذاشته بودم یه پیامی به هم ارسال شد. اینجا بودش که با وجود خونریزی داخلی مجبور شدم توی 10 دقیقه آماده شم. همونجوری که نشسته بودم داشتم میکاپم رو انجام میدادم یه ایده به ذهنم رسید. چرا یه کاری نکنم که همیشه زیبا باشم؟ بدم نه تو کونه من یه لحظه، با اینکه هر روز به خودم سعی میکنم رسیدگی بکنم هیچ تأثیری توی قیافم نداشت. یعنی یه سری دخترها رو ببینی ساعت 3 صبح بهشون تماس میگیری بازم قیافشون خوبه، لبای سرخ، موژهای پوست براق، واقعا همیشه فوق العاده. یعنی اگر خونهشون آتیش بگیره بیان بیرون انگار از صحنه عکاسی در اومدن، ولی من اینجوری نیستم. یه راه حل میخوام که همیشه زیبا باشم، نخواد هر روز به خودم برسم. کاری که تا حالا با هم دیگه امتحان کردیم و من یادتون دادم حداکثر یک روز بتونه زیبا نگهتون داره، ولی این لیستی که من تهیه کردم حداقل تا یک هفته تا یک ماه میتونه زیبا نگهتون داره. میدونم دستمال توالته، ولی فکر کنم یه لیست واقعی اینجاست. کسایی که مثل من دستای کج و موبج دارن، یکی شرق میره یکی غرب، برای همین وقتی ناخون ندارم خیلی دستام زشتره، شبیه پای مرغه. ولی من از این آدم هایم که یه خورده بیمار روانی هم، موقعی که ناخونامو میرم میکارم و کلی پول میدم و درد میکشم، 3 روز بعد ازشون خسته میشم و میرم مخم و دندون میگیرم میکنمشون، در نتیجه ناخونام همیشه راه حلی که پیدا کردم ناخون چسبونکیه، خیلی هم ارزون تر در میاد. حقیقتا یکی از بهترین چسبا واسه ناخون مصنوعی اینه، آسیبی هم نمیزنه به ناخون، فقط همیشه درش تیپ میشه، نمیدونم چجوری باید بازش کنم. حالا میخوام بهتون یاد بدم از این چسبای آشغالی که توش میزنن چجوری استفاده بکنید. در اومد بالاخره. قوی ترین چسب ممکنه رو میسازه. پشمام اینه هم در من از اون دختره هم که ناخونهشون رو با فوم کیساشون ست میکنم. به قیافه ربطی نره، ولی هرکی مثلا دارم صحبت میکنم اینجوری همونجور که میبینید ابروام خیلی در اومده و شبیه آره، و واقعا نیاز دارم یه کاری بکنم که بالا بمونه و نمیتونم همیشه آرایش بکنم و وکس بزنم به ابروام، به خاطر اینکه میریزه کچل میشم. لیفت خونگی ابرو و مژه است و اصلا بلد نیستم چجوری انجامش بدم. یادم اینو فرستادن باهاش، چند تا از این چیزای مژه است و تمیز کننده و پد زیر چشم. شت چسب اصلا نمیدونم، بعد بذارم تو اینترنت، میترسم این کار رو انجام بدم خودم. ظاهرا این پدای لیفتینگ اسمش اینجوریه، فکر کنم بعد از استفادهم بعد بندازیمشون دور، مطمئن نیستم. باید چسب بزنیم فکر میکنم. این دیگه چیه؟ چجوری باید چسبه رو از پلکم بکنم؟ وای فکر کنم ریدم. توی ویدیو اینجوری میچسبم موجه ها رو به این. خب این که نمیچسبه که. حاجی پشمام فکر کنم باید اینجا هم چسب بزنم. وات؟ وای کاش که میرفتم آرایشگاه، چه کار دارجیه. البته قبلا مثل خودم موژم کاشتم من. اینجوری چیزا چیزی نیست. اگه زیبا بشم میگم نه من مثل خودم کرد، اگه بد بشم میدازم تقصیر شما. تیا موژه هاتو بکنی میذارم تو سرت. باهات دارم جدی صحبت میکنم. وای ریدم دهنت با ایداد. فوق‌العاده داره پیش میره دوستان، فوق‌العاده است. نمیدونم چه گویی بخورم واقعا. به قصد کندن مژه هام قشنگ باید بزنی و نباید بترسی. روی این نوشته پرم، اینو باید با این کیوتیپ ها. اوه مای گاد چون خارجی هم بوی چست میده. خب الان میذارم یه 12 دقیقه باشه رو موژه هم، بعد نمیدونم بعد چیکارش کنم.
باقی مانده هاشو با این گنگولیه وردار سعی میکنیم برداریم. من نمیم چجوری قراره بکنم رسمان هرچی هست. و از این آبیه که روش نوشته شماره 2 و نوشته فیکس 10 تا 12 دقیقه کار میکنیم. موجای پایین من باحال میشد اگه میزدم ها. بزنیم ابروام هم میزنم حالا که اینطوره. آجی اگه ابروام یهو بریزه چی؟ دیگه الان احساس میکنم دیره نگرانی که احساس میکنم قبلش پرتنگرام شد. نه الان اول میخوام لبامو اسکراب کنم حسابی. این اسکراب ها احساس میکنم از ام خوش میکنه لبو را. نمیدونم چرا ولی این حرکت ها را از توی تیک تاک یاد گرفتم. نمیدونم ضرری داره یا نه. گلیکولیک اسید واسه نرم کردن لب خیلی خوبه میگن. به دور لبم هم میزنم چون خیلی تیره است. حرکت بعدی تینت لبه. اینجوری سرشو میشکنین بعد لباتون کل روز قرمز میمونه. حرکت بعدی اینه که یه لیپ اویل تراوت چون تینت که میزنیم حسابی لبات خوش میشه. فیک تن برونزه علکی این مارکه اگه خوب بود میتونید سفارش بدیم. البته من نمیدونم معیار این که خوب باشه چیه. دستکشم فرستادن میکنم اینجوری میزنیم به دستمون و بذاریم بمونه. سفیده چرا؟ میزنیم به دستمون. پاچی نکنه این بعد بریم توی آفتاب نکنه واسه برونزه این نکنه اشتباه من خریدم. چرا سفیده؟ نوشته بذاریم خوشه. چیو بذاریم خوشه؟ پاچی نوشته بعد از ساعتها خودشو نشون میده. من همیشه دستام خشکه یا زخمه به خاطر اینکه هم گربه دارم هم اگزما دارم. کتوس پولاریسیس کتوس بوکس. این کرم نیوه است ورژن برونزه و براقشه و نیوه ها اگه زده باشیم تا بال حالت خیلی چرب چسبناک حال به هم زن نداره اصلا. چرا براق نیست اونقدر؟ انتظار داشتم روش نوشته براق انتظار داشتم مثلا واقعا براق باشه. هیچی کرم نیوه های ساده دادم بهمون به اسم برونزه. دمتون گرم. خودمون دست به کار میشیم. سندلوود بریزیم. یکم میخوام از این سایه هام سایه های براق هم بریزم توش. حالا این براقه نه اون. خیلی تأکیدی که داشتن این بودش که یه محصول حالت پکیج بگیرید از یه برند. دهان شویش و خمیر دندونش با هم میاد. یعنی یه بو میده یه کار رو میکنه. اگر کسی بهتون گفتش که غذا خوردی مطمئن باشید دهنتون بو میده. این ورژن خمیر دندون و مافواشی که من برای کسایی که مثلا من قهوه خیلی میخورن. یادتونه کلاس اول که بودیم هم بهمون شیر میدادن بعد اون شیرهای بدمزه رو که میخوردیم از این دهانشویه ها با اسم خودمون مثلا میورد آموزش پرورش که مسواک بزنیم مثلا دهنمون مثلا. بوی این خیلی فرق داره با اون خیلی شیرین بود تقریبا هم اینقدر بود. آره احساس میکنم زبونم داره تاول میزنه ولی خب حس خوبی زیاد ندارم ولی احساس کنم دندونم سفید شد. حال نمی کنم با قیافم پس چرا خوشگل نشدم؟ همه می گفتن خوشگل قراره بشی. مثل کسایی که موهاشون کوتاهه مثل من این هرستایلی که بهتون میگم استایلیستا سر سته فیلم برداریه یه سریال خیلی معروف آسلان جاک. من این مدل مو رو رفته بودم به عنوان سیه لشکر رفته بودم تو فیلم بازی کنم. بعد این مدل موها رو که زده بودم ازم هی میپرسن چجوری موهاتو این شکلی کردی. موهاتو خیلی ساده بافت دوتایی میدی دو قسمته. به این قسمت پایینی هی اضافه میکنی. نگاه کن این قسمتی که میارم پایین یه لایه بهش اضافه میکنم. به قسمت پایینی ها یه لایه اضافه میکنم بعد میدمش بالا. میبینی چه قشنگه؟ خیلی راحته خیلی خوبه باز نمیشه شیکه خوشگله و زیبا.
زیبا. الان دو روز از رکورد این ویدیو میگذره، میخوام نمره بدم به همه چی. به نظرم لیفت موژه و ابرو حتما انجام بدین، 10 از 10. تینت لبم حتما انجام بدین، خیلی راضی بودم. راستشو بخوام بگم اصلا به فکتن حال نکردم، ولی جنسش خیلی خوب بود. اگه خواستین همون مارکو بگیرین. خمیر دندون مخصوص قهوه هم واقعا راضی بودم ازش، حتما بگیرین. خدافظ.